با درود به دوستان عزیز که در جلسه حضور دارند و تشکر از منیره کاظمی که دعوت ما رو قبول کرده و امشب در کنار ما هست. زمانی که من از منیره پرسیدم که چی بگم در مورد خودت، یه بیوگرافی کوتاه از خودت بگو، گفت به قول فروغ فرخزاد یک روزی آدم به دنیا میاد، بعد مدرسه میره و کار میکنه و زندگی میکنه و یک روز هم میمیره. این خیلی به شایدنده بیوگرافی از طرف منیر. حالا اگر دوستان برحال حالا اگر دوستان بشین بعد هم میتونین بیشتر توضیح بدین. در مورد موضوعی که ما امشب منیر عزیز میخواد برامون صحبت بکنه با این تیتر که چرا جنسیت در مدیریت منابع آب نقش دارد و مطالعه در حوزه رودخانه زاینده. در سراسر جهان 1.4 میلیارد نفر در مناطق روستایی زیر خط فقر زندگی می کنند. درآمد و زندگی روستاییان وابستگی شدیدی به منابع طبیعی مانند آب دارد، در حالی که کمتر از 1% از زمین های کشاورزی به زنان تعلق دارد. سهم زنان در تولید مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه 43% است. در کشورهایی که فقر، گرسنگی و قحطی چشمگیر است، نابرابری جنسیتی شدیدی هم در مناسبات اقتصادی، اجتماعی و همچنین مشارکت در منابع طبیعی بر آنها حاکم است. برآورد می شود که زنان و دختران 60% از انسانهای به طور مداوم گرسنه در جهان را شامل می شوند. در این مطالعه توضیح داده می شود که چرا از لحاظ اقتصادی اتخاذ تصمیم بر توزیع و دسترسی زنان شاغل بر روی زمین‌های کشاورزی به منابع آب ضروری است. همینطور چالش‌هایی که زنان در تقویت نقش اقتصادی و اجتماعیشون با آن روبرو هستند تشریح خواهد شد. منیر عزیز بفرمایید. من فقط یه توضیح کوتاه بدم. من به این نمی‌پردازم که مثلا در مورد آلودگی آب، در مورد عدم مدیریت آب در جمهوری اسلامی یا در مورد خشکسالی و خشکسالی که خشکسالی میاره و خیلی موارد، چون مبحث خیلی خیلی گسترده و خیلی پیچیده‌ایه. من فقط در همین نکته جنسیت در مدیریت آب و یا جنسیت و مدیریت منابع آب صحبت میکنم و هدف من بیشتر اینه که یک مقدار حساسیت تو این زمینه به وجود بیارم. اصلا هدف از این مطالعه هم که در اصلش به آلمانی هستش هم همین بود، برای اینکه من تو اخبار همیشه میشنیدم که برای نمونه به خصوص استان اصفهان، اینم بگم من یک کشتمم چون اصفهانی یه خود حساسیت دارم به استان اصفهان، که زنان کشاورز مثلا بیشتر از ساعت بیشتری از مردا کار میکنن ولی دسترنجی به دست نمیارن، یا اینکه در مورد تصمیم گیری ها هیچ نقشی ندارن زنان کشاورز، یعنی کسایی که اکتورهای اون بخش هستن اصلا در مورد تصمیم گیری نقشی ندارن، ازشون سوال نمیشه. این بود که من کنجکاو شدم و خواستم که روی این زمینه یه کار مطالعاتی کنم و برای امشبم باز خیلی خلاصه من این مطلب رو اینجا ارائه میدم و اگه هم سوالی یا مطلبی بود که گنگ متوجه نشدین میتونیم بعدا راجبش صحبت کنیم یا حتی در حین صحبت هم. آب یکی از منابع طبیعی است که نه تنها مایه ای حیاتی که فقط نباید در ابعاد اقتصادی و یا اجتماعی به آن پرداخت، بلکه به عنوان مهمترین منبع حفظ اکوسیستم بر روی کره زمین. از این نظر حفاظت منابع آبی نه تنها حفظ محیط زیست است، بلکه حفظ بنیاد زیستن و زنده بودن است. در مبحث مدیریت منابع طبیعی، منابع آب از مهمترین و در این حال بیشتر از منابع دیگر در معرض خطر می باشد. مصرف آب در قرن 20 در 3 بُعد افزایش یافت. ازدیاد جمعیت از 1.6 میلیارد به 7 میلیارد که الان بالای 7 میلیارد. تغییر عادت مصرف،
یعنی افزایش تولیدات مصرفی یا شستشوی لباس و نظافت، اینا همه شکل دیگه گرفته تا مثلا 100 سال پیش. افزایش زمین‌های زیر کش از طریق آبیاری در قرن گذشته به مقدار خیلی زیادی زمین‌های بارز یا زمین کشاورزی از طریق دیمی کش می‌شد، ولی هر ساله به کشت زمین‌های زیر کشت آبیاری اضافه میشه و یه مثال از 50 میلیون به 267 میلیون هکتار رسیده. این فقط یه مثاله. استفاده مفرط و آلوده شدن منابع آب، کمبود ریزش‌های جوی، افزایش دما و خشکسالی و در پی آن بالا رفتن درصد تبخیر و عدم مدیریت اصولی بعضی مناطق را با کمبود شدید آب روبرو کرده است. نتیجه آنکه در این مناطق فقر و سوء تغذیه شدت و وسعت بیشتری پیدا خواهند کرد. یکی از پیامدهای آن مهاجرت زیست محیطی است. در این میان آسیب پذیری مردان و زنان یکسان نیست. اکثر مردم فقیر در جهان که 2/3 آن را همونطور که فری گفت زنان تشکیل میدن، در کشورهای خشک و نیمه خشک اکثر مردم فقیر در جهان که 2/3 آن را زنان تشکیل میدن در کشورهای خشک و نیمه خشک زندگی میکنند. آنها به طور معمول دسترسی به آب تمیز ندارند و یا هیچ منبع قابل اعتماد برای معیشت و مصرف در اختیار ندارند. بیشتر این افراد در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و معیشت آنها وابسته به کشاورزی است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی برای توسعه کشاورزی، بین فقر در مناطق روستایی و تعادل جنسیتی رابطه‌ای وجود دارد. بنابراین برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان به طور وسیعی به عنوان ابزار مبارزه با فقر و سوء تغذیه ترویج می‌شوند. برابری جنسیتی به معنی برابری حقوقی زنان و مردان و همچنین برخوردار بودن زنان و مردان در داشتن فرصت‌ها و وظایف مشابه برای تحقق بخشیدن به توانایی‌هایشان است. این شامل دسترسی برابر بر منابع و حق مشارکت برابر در نظارت و کنترل آنان است. عدم دسترسی و یا دسترسی نابرابر به آب عواقب وسیعی دارد. برای مثال هر جا آب کافی و آب سالم وجود داشته باشد، دختران و زنان زمان بیشتری برای فعالیت‌های دیگر مانند آموزش و پرورش استعدادهای خود خواهند داشت. تحقیقات متعددی تأثیرات مثبت مشارکت زنان در منطقه نیمه خشک روستایی در هند، برزیل و آفریقا را به اثبات رسانده. در این مورد من مثال زیاد دارم. در این سه کشور هند، برزیل و آفریقا یا قاره آفریقا، هر جا که بدنم میاد، هر جا که این به حساب حساسیت جنسیتی وجود داشته محصولاتم بیشتر شده. گرچه زنان تولید کننده 60-80% مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه اند، اما بر اساس آمار FAO، سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل متحد، در جهان 60% از گرسنگان را زنان و دختران تشکیل میدن. اگرچه در حال حاضر نقش مهم زنان در مناطق روستایی تامین امنیت غذایی، حفظ محیط زیست، کاهش فقر، کنترل بارداری و توسعه اجتماعی در سطوح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، بسیاری از زنان باور و آگاهی لازم به توانایی‌های خود نداشته و توسط مقامات مسئول ملی و محلی هم توجه و ارزش لازم به نقش زنان مبذول نمی‌شود. در آمارهای رسمی زنان به طور متوسط 43% از نیروی کار کشاورزی در کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهند که این هم نزدیک به ایرانه. 43%. اگرچه بسیاری از زنان ساعات بیشتری از مردان کار می‌کنند، آنها به عنوان نیروی کار شناخته نمی‌شوند. به همین دلیل بسیاری از منتقدان این رقم را خیلی کمتر از ارقام واقعی می‌دانند. منابع آب شیرین بر روی کره زمین به طور مساوی توزیع نشده و از همه مهمتر محدود می باشند. این کاملا نشون میده که
از آب که در کره زمین یا در دسترس هست فقط اینقدرش، یعنی 0.98% آب شیرینه و 97.5% زالت واسر هست. آب شور هست. آب شور هست. بخشید. در هیچ دوره‌ای به اندازه امروز از منابع آب استفاده نشده و هر روز مقدار آب سالم کمتری در دسترس قرار می‌گیرد. امروزه یک سوم جمعیت جهان در سرزمین‌های خشک و نیمه خشک با نتایج منفی کمبود آب روبرو هستند. کمبود آب دلایل مختلفی دارد ولی عمده آنها ازدیاد جمعیت، تعرض بیش از پیش به منابع آب، برای نمونه طرح‌های بزرگ، مثلا یه نمونهش من فقط مثال بزنم، تهران احتیاج به برج چی اسمش میلاد نداره، برای اینکه دور و برش کوه میشد راحت خیلی سه، ولی برای اینکه پرستیژ داشته باشن، برای اینکه مثلا میام مثلا برج و میدونین که بتون چقدر آب مصرف میکنه، یه نمونه خیلی خیلی کوچیک میلیمتری. تغییر رفتار مصرفی و تغییرات اقلیمی است. در مصرف آب موضوعی که به آن کمتر توجه می شود ارزش آن است. مصرف کنندگان آن را منبعی رایگان و نامحدود تصور کرده و اهمیت حیاتی آن در زمان مصرف کمرنگ و محو می شود. این هم در مصارف کشاورزی هم صادق است. برای مثال می توان از طریق کاربرد روش های نوین آبیاری و همچنین مناسب بودن محصول مورد کاش به شرایط اقلیمی به مقدار زیادی در مصرف آب صرفه‌جویی کرد. همینطور در صنعت نیز با به کار بردن تکنولوژی مدرن و در اختیار گرفتن روش های متفاوت ادغام شده مانند چرخه های آب مصرفی، تصفیه پساب ها، مصرف آب را به حداقل رساند. در مصارف خانگی نیز با بالا بردن آگاهی عمومی از یک سو و تشویق‌های مالی مصرف کنندگان در خرید وسایل کم مصرف و کاربرد چرخه‌های آب مصرفی، استفاده از آب باران و پسابه آشپزخانه در مصارف غیر شرب می توان به حفظ منابع آبی یاری رساند. اینجا یه نکته بگم، من چون آلمان درس خوندم این چیزا رو من از آلمانی ترجمه میکنم، اگر متوجه نمیشین، مثلا اون چرخهای آب مصرفی اینه که توی مثلا سیستم این مثلا چیزای حرارتی که بر آب حرارت رو بیاره پایین، اینو نه یعنی از آب مثلا رودخونه بگیرن و استفادهش کنن و بفرستنش برای تصفیه، اونو میتونن در همون محل تصفیه کنن و دوباره ازش استفاده کنن. یه مثال خیلی کوچیک، این چرخه های آب در وقتی میگم چرخه های آب مصرفی منظورم اینه که از آب چندین سیکل، چندین دوره ازش استفاده کنن، تصفیهش کنن، نه باز استفاده کنن، این که نتونم یا مثلا پساب، من میخواستم فاضلاب به کار ببرم چون فاضلاب یه معنی دیگه میده تا پساب، یعنی هر فاضلاب تو فارسی اینه که مثلا میده تو کانالیزاسیون، ولی هر پسابی فاضلاب نیست. اینو نمیدونم، میگم چیزایی که ترجمه کردم خودم. کجا بودیم؟ بسیاری از پروژه‌های آبیاری تأثیر منفی بر آب آشامیدنی و مصارف خانگی دارند. به عنوان مثال در حوزه آب زاینده رود، آب‌های زیرزمینی که صدها سال ذخیره شده‌اند و شاید هم هزارها سال به وسیله پمپ‌های قوی آب برای اهداف کشاورزی استخراج می‌شوند. در نتیجه بسیاری از چشمه‌های طبیعی در این منطقه خشک شدند. شرایط مشابه در پاکستان و بنگلادش نیز مشاهده شده است. یک مبحثی که در مدیریت منابع آب هست، مدیریت یک پارچه، باز اینم ترجمه منه، اینتگری بهش میگن، یعنی همه جوانب رو بسنجیم. مثلا در مورد راین سال 80 اینجا یک مدیریت یک پارچه
آب راین، رودخونه راین انجام شد و اینطوری بود که همه جوانب از اینکه آب سالم باشه برای ماهی‌ها و اکوسیستم، از اینکه آب برای کشتیرانی چجور باشه، از اینکه رودخونه چجوری باشه که حتی وینبرگ چیزای تاکستان ها نه فقط آب بهشون برسه، جوش، چون انگور برای اینکه مثلا چیز بشه باید اون ذرات آب معلق در هوا مثلا مهمه و خیلی اینو بهش میگن. من اینجا یعنی یک پارچه معنی کردم که همه جوانب رو میسنجن، از لحاظ صنعتی، از لحاظ کشاورزی، از لحاظ اکوسیستم، از لحاظ و و و. طبق سازمان جهانی شراکت آب، این سازمان جهانی شراکت آب خیلی از معانی و مفهوم های مصرف آب رو به حساب ابداع میکنه یا تعریف میکنه. طبق سازمان جهانی شراکت آب، مدیریت یک پارچه آب یک روند هماهنگی توسعه و مدیریت آب و خاک است که اهداف رفاه اقتصادی و اجتماعی بدون به خطر افتادن توسعه پایدار و اکوسیستم را در ابعاد مختلف دنبال می‌کند. توسعه پایدار، باز اینم البته فقط من تو متن‌های فارسی هم می‌بینم که میگن توسعه پایدار، با توجه به افزایش جمعیت جهان و تقاضای روبه رشد آن برای مواد غذایی و کالاهای مصرفی، مدیریت یک پارچه منابع آب قصد دارد تا مدیریت جامع آب، منابع آب و آشامیدن را حفظ کرده و مصرف آن را محدود سازد. مدیریت یک پارچه منابع آب ابزارهایی را برای کمک به سازمانهای بین‌المللی، مقامات ملی و مسئولان محلی فراهم می‌کند تا با همکاری و با هماهنگی در استفاده از آب، زمین و سایر منابع طبیعی را حفظ کنند. اصول اصلی مدیریت یک پارچه منابع آب عبارتند از: آب باید به عنوان یک کالای ارزشمند اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شناخته شود. سیاستمداران و مسئولان بخش آب باید آب را به عنوان یک منبع محدود در نظر بگیرند. منابع آب باید در پایین ترین سطح مصرف ممکن مدیریت شوند. زنان باید محور تامین مدیریت و حفاظت منابع آب شناخته شوند. در محوری بودن مشارکت زنان در مدیریت منابع آب، دو تا نکته، اونم از منه، از تو چیزه. یه نکته که زنان نصفی از جمعیت هن، یعنی نصفی از مصرف کننده های آب هن. ولی اضافه بر اون، زنان در به عنوان تولید کننده های محصول کشاورزی دامی و مسئولان امور خانواده هم مصرف کننده آب هن. یعنی یه مثلا اگه بگیم به درصد، یه 50% که نیمی از جامن و یک 25% هم باز به خاطر مصارف دیگه که به غیر از به حساب نیمی از جامعه استفاده میکنن. به خاطر همین این مسئله محوری میشه، مشارکت زنان در مدیریت منابع آب. اگرچه نقش حیاتی زنان در امنیت غذایی، حفاظت از محیط زیست پایدار، کاهش فقر، کنترل زایمان و توسعه اجتماعی در حال حاضر در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، بسیاری از زنان به دلیل عدم خودباوری و نقص در فرهنگ سازی به مهم بودن نقششان واقف نبوده و توسط مسئولان نیز توجه لازم به آنان مبذول نشده و جدی گرفته نمی شود. بر اساس آمار رسمی، زنان به طور متوسط 43% از نیروی کار کشاورزی در کشورهای در حال توسعه را تشکیل میدن. اگرچه بسیاری از زنان ساعات بیشتری از مردان کار میکنن، فعالیت‌های آنان به عنوان نیروی کار شناخته نمیشوند. به همین دلیل است که بسیاری از منتقدان بر این باورند که نرخ اصلی خیلی بالاتر از این رقم است. زنان کمتر از 2% از زمین زراعی را در اختیار دارند و فقط 5% از منابع مالی به آنها تعلق می‌گیرند. آنها کمتر وام و آن هم با مبالغ کوچکتری دریافت می‌کنند.
مدیریت یک پارچه منابع آب نقش کلیدی در مبارزه با نابرابری و فقر داشته و همچنین راهکاری است در دسترسی برابر بر منابع و حق مشارکت زنان. اعمال سلطه و تبعیض بر زنان و همچنین خشونت خانگی عموماً بر اساس عدم تعادل قدرت ما بین جنساست. مدیریت یک پارچه منابع آب یک ابزار زیست محیطی است که در بین بردن فاصله های اجتماعی اقتصادی با قدرتمند کردن زنان تعادل قدرت ما بین نقش های جنسی ایجاد می کند. من یه مقدار خیلی مختصر راجع به کارهایی که در سطح بین‌المللی انجام شده یا اتفاقاتی که در سطح بین‌المللی انجام شده و برمیگردم به مسائل ایران یا ملی. امروز در نشست‌ها و گرد همایی‌های بین‌المللی و از سوی سازمان‌های جهانی تاکید زیادی بر شکاف جنسیتی در کشورهای در حال توسعه می‌شود. همچنین در مورد اثرات احتمالی تصمیمات و توافقات در سطح جهانی و کاربرد شیوه های رفع آن بحث و گفتگو می شود. البته همیشه اینطور نبوده است. در سالهای دهه 50 و 60 میلادی شرایط زیستی کشورها فقط از زاویه رشد اقتصادی مورد بررسی قرار می گرفت. این هم باعث می شد که گروه های صدمه دیده که عمدتا شامل زنان می شدند نادیده گرفته می شدند. از دهه 1970 بود که رفته رفته طبقات و گروه های کم درآمد به گونه دیده شدند و مورد توجه قرار گرفتند. در نتیجه علاوه بر رشد اقتصادی فقر در جوامع انسانی نظرها را نیز به خود جلب کرد. این تغییر دیدگاه نقش کلیدی زنان در رشد و پایداری را برجسته کرد، به گونه‌ای که در سال 1975 که سال جهانی زن نام گرفت، نمایندگان کشورهای مختلف در اولین کنفرانس جهانی زنان سازمان ملل متحد اهداف برابر جنسیتی، توسعه و صلح با تمرکز بر تغییر شرایط زنان تر و با راهکارهای جهانی به تصویب رساندند. از همین رو از سوی سازمان ملل دوره 1976 تا 1985 به عنوان دهه زنان نام گرفت. در سال 1976 اونیفم صندوق توسعه ملل متحد برای زنان با هدف بررسی بهبود سطح زندگی زنان در کشورهای در حال توسعه از طریق سرمایه گذاری و تغییر راه‌های حقوقی تأسیس شد. کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نیز در سال 1979 توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. با اینکه این کنوانسیون نقش زنان در کشاورزی آبی را در سطحی بین‌المللی به رسمیت شناخته و به آن ارزش لازم را داده است، ولی در کشورهای در حال توسعه تغییری محسوس مشاهده نمی‌شود. چرا؟ حالا من شما را از خواب می‌پرونم، می‌خوام ببینم که کی گوش داده و فکر می‌کنه چرا در سطح بین‌المللی این همه عقدنامه و نمیدونم کنوانسیون و انجام میشه ولی در سطح ملی میبینیم مثلا در ایران اتفاق نمیفته. حالا تمام بحث اینجاست که چرا در سطح ملی اتفاق نمیفته. توانمندسازی زنان نه تنها منافع زیادی برای خانواده به همراه دارد، بلکه در ابعادی وسیع‌تر برای کل جامعه هم. مطالعات نشان داده است که اگر زنان به همان میزان مردان به زمین و سایر منابع دسترسی داشته باشند، برداشت محصول آنها 20 تا 30 درصد افزایش خواهد یافت. این به معنی آن است که در مجموع تولیدات کشاورزی 2.5 تا 4 درصد افزایش می‌یابد و به مبارزه با فقر یاری می‌رساند. برآورد شده است که همین مقدار، یعنی 2.5 تا 4 درصد ازدیاد محصولات کشاورزی، می تواند در سراسر جهان 12 تا 17 درصد گرسنگی را کاهش دهد. به همین خاطر و طبق گزارشات سازمان ملل، در بخش استفاده پایدار از منابع طبیعی در مبارزه با فقر، نقش توانمندسازی زنان در مناطق روستایی هرچه بیشتر روشن و شفاف می شود. زنان در کشورهای در حال توسعه نفوذ کمتری در ارگانهای تصمیم گیرنده و اجرایی دارند.
غالبا دیده و شنیده نمی شوند. دلایل آن نیز وجود مناسبات اجتماعی، فرهنگی و ساختارهای قدرت حاکم در این جوامع می باشند. از این رو نمی توان دقیقا آن را تشریح و آنالیز کرد، برای اینکه از هر کشوری خصوصیات خودشو داره، ولی به طور کلی ساختارهای زیر را می توان در کشورهای در حال توسعه مشاهده کرد. 1. فقدان اعتقاد مقامات ملی و محلی به مشارکت زنان در طراحی و اجرای سیستم‌های آبیاری. 2. فقدان حساسیت‌های جنسیتی در میان مسئولان و کارکنان. 3. نبود سازه‌ها، سازمان‌ها، افراد در باز کردن مسائل مربوط به جنسیت و یا حتی اقلیت‌ها و ایجاد فکر تغییر. 4. ترویج ذهنیت و ساختارهای مردسالارانه زیر چتر حمایتی فرهنگ و هویت. هرچه بیشتر زنان در درآمد خانواده، در محیط‌های فرهنگی و اجتماعی، پروژه‌های اجرایی سهیم باشند، بیشتر نیز به بهبود تغییرات معیشتی، اجتماعی و فرهنگی جامعه یاری می‌رسانند. از دست دادن سلطه مرد سالاری در بسیاری از جوامع در حال رشد به عنوان از دست دادن هویت ملی تفسیر شده است. برای نمونه، از سوی نمایندگان کشورهای اسلامی بسیاری از موافقتنامه‌های بین‌المللی به عنوان مداخله‌گری در امور داخلی و تهدیدی علیه قوانین و اصالت اسلامی شکاکانه بررسی و در آخر نیز رد می‌شوند. در راستای بهبود موقعیت زنان و در نتیجه مناسبات اجتماعی و همچنین توسعه پایدار، لازم است که در مورد چگونگی برخورد با این دست از مقاومت‌ها و شاید هم بشه گفت اتهامات، بحث و گفتگوی جدی و با مشارکت زنان انجام گیرد. سه تا کنوانسیون مهم یا چی میشه بگیم؟ معاهده نه، این که با هم نشستن و به پیمان رسیدن. آره، پیمان. یکی هست جندر مینستریمینگ که به فارسی من مشارکت جنسیتی تیز کردم، ترجمه کردن دی دابلین پرنسیپین و اجندا انس فانسیش دسخی و اون ولد گیفت. در این ستا که پیمان های بین‌المللی هستن، در همه این ستا به مسئله مشارکت زنان در مدیریت آب، در مدیریت یک پارچه آب اشاره میکنن، نه تنها اشاره میکنن بلکه بندهای رو برای اجرا به تصویب می‌رسونن. حالا میایم در سطح ملی. آن اینا من یادم رفت تقسیم بندی که از اگر بزرگتر از 1700 متر مکعب برای هر شخص در سال باشه، مثلا مناسبه، یعنی زیر به خوش سالی نیست، فقط مثلا مرزه از 1000 تا 1700 هم واسه کناپاید و اصفهان بین 1000 تا 1700. خب در سطح ملی برای نمونه فولادگر میشه خوند؟ آره، فولادگر اینا رو، اینا همین مال این چند وقت اخیره. فولادگر گفت مسائل آب اصفهان نباید سیاسی شود، یعنی اصلا حرف زدن راجع مسائل آب ممنون. خب چجوری میخواد حالا یه کنوانسیونی که در سازمان بین‌المللی، پیمانی که در یه سازمان بین‌المللی به تصویب رسیده، مثلا بخوایم در سطح ملی به اجراش گذاشت. و اینم یه نمونه این که چه حد تصمیم گیری ها همیشه در مرکز انجام میشه بدون اینکه کسایی که درگیرن با اون مشکل بتونن نظر بدن یا اصلا بتونن اصلا ازشون پرسیده شه، سوال شه.